خوش اومدی داداش. هنوز نخوابیدی؟ نخوابیدم. تو خوبی؟ خسته ای؟ خوبم. خوش اومدی پسرم. ممنون ماما. عزیز دلمه. میگم زحل برو غذا رو از تو یخچال در بیار گرم کن. نمیخواد. باشه. من غذا نمیخواد. نه نمیشه. زحل جان. به خدا نمیخواد. ولش کن. نه خیلی. دیگه. بس فشینم اینجا. روبروی پسرم. خب بگو دیگه. چه خبر؟ تعریف کن. چی بگم مامان؟ ای خدا، از دست تو من چی کار کنم پسر؟ اومدی درد به این بزرگی رو انداختی رو دوش من و بعدش بگی چی بگم مامان؟ خب تو همیشه دنبال درد میکردی. خب بگو جریان بدهی چی شد پسرم؟ بدهی و میده دیگه. میگه بدهی منو قبول نکرد. آفرین بهش. باید از دختره تقدیر کرد. دختر نورتن باید هم همچین کاری بکنه. خوبه. حالا چطوری بدهیشو میده؟ فکرتو با این چیزا خسته نکن. میرم بخوابم. راست شب میگی. بخیر. بگو غذا گرم نکنه. نه وایسا. باشه بابا، من که منظوری نداشتم. درست میگی. به من چطوری میخواد بده؟ همین که بده کافیه. خوبه بنده خدا هرچی زودتر بدهیشو بده و برگرده بره استانبول. به خدا بچه اینجا داره داغون میشه، گناه داره طفلی. واسه این میگم. حالا نگفته کی میخواد بره؟ شب بخیر. ای بابا همش فرار میکنه، من که منظوری نداشتم. امروز برای دفاع از تو جلوی کلیچ کلی حرف زدم، اون وقت تو پا میشی میری جلوش در میای. میخواستم بفهمه دنیا دست کیه بابا جون، مگه چیه؟ آره معلومه، اونم فهمید. ای خدا، آخه پسر تو اومدی اینجا به من کمک کنی، همه چیو باید به عنوان یه تاجر لندنی حل کنی. با قلدری که نمیشه. حلش کردم دیگه، حل کردم. الان باقای زیتونو به من میفروشه. فردا میریم دفترخونه بابا جون. آها خوبه، دقیقا انتظارم از تو همینه. مشکل کلیچ با من یه چیز دیگه است. واقعا؟ مشکلش با تو چیه؟ ایلا دیگه. ایلا چه ربطی به قضیه داره؟ این آقا مشکل حذف کردن داره. چون ایلا از من خواست کمکش کنم نتونست حذف کنه. چون ایلا حرفشو قبول نمی کنه دق و دلیشو سر من خالی میکنه. میفهمی بیجه؟ دردش دقیقا همینه. اما همیشه به نظرم میومد تو و ایلا به هم میایین. وقتی لندن و استانبول بودین زیاد با هم برخورد نداشتین، اما خیلی خوب میشد. الا رو دوست دارم. یواش. درسته، اما نه در حد ازدواج. ولی اونم تو برنامه هم جای خودشو داره، چون اگه اون نباشه کارا درست پیش نمیره. فهمیدی؟ ممنون دخترم من. خواهش میکنم پسر دی. بابا من میرم بخوابم، کاری ندیم. نه پسرم، شبت بخیر برو. شب بخیر بابا جون، شب بخیر. شب بخیر. ولی میگم این به کار تو هم اومد بیچه. دیدی؟ آب که جاریش راه خودشو پیدا میکنه. کلیچ هم بالاخره یه جوری سمت تو بر میگرده. یک کم صبر کن. صبرم زیاده. شب بخیر. شب بخیر. ببین دیگه داریم به آخر راه میرسیم، میفهمی؟ نباید پا پس بکشی. هرچی که از این خونه بخوایم به دست میاریم و با خودمون میبریمش. باشه؟ خوش اومدین. صبحتون بخیر باشه. صبح شما هم بخیر. بفرمایید. ما امروز سرزده اومدیم اینجا، ولی امیدوارم همه خونه باشن. بله همه هستن. الا خانومم اونجا پیش درختای زیتونه. من میخوام با الا حرف بزنم، پس میرم اونجا. باشه باشه. آقا احسان قهوه یا چای؟ عالیه، هر چی باشه خوبه. بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید. خیلی ممنونم. ها از این طرف ها.
بیجه؟ خوبی عزیزم، بعد از اتفاقی که افتاد خیلی نگرانت شدم، گفتم بیام ببینم حالت خوبه یا نه. چرا، مگه چی شده؟ چیزی نشنیدی؟ کلیچ و گوکان با هم دعوا کردن، نزدیک بود کارشون به زد و خورد بکشه. چی میگی؟ چطور تونسته این کارو بکنه؟ مگه خودت کلیچ رو نمیشناسی؟ گاهی یه حقاتی میکنه، دیگه هیچی حالیش نیست. خدای من، اون با من مشکل داره، چرا به گوکان گیر میده؟ خب برای اینکه گوکان با تو شریک نشه دیگه، گوکانم که قبول نکرده. یعنی این فقط دنیا اومده که منو دیوونه کنه؟ کجا میری؟ معلومه،